آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با پوزش با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز پنجشنبه 14 مرداد است و عرضم به حضور شما پنجم ماه جولای. خب میدونی که امروز این اراذل و اوباش، این در حقیقت جانی جنایتکاران، روز ملی ملت ایران رو، روز تاریخیشون رو، روز مشروطه، روز پناه بردن مردم به عدالت و جنبش عدالت‌خواهی در حقیقت، چون اونها به دنبال عدالت‌خانه بودن. یعنی مشکلی که ما صد و اندی ساله باهاش درگیریم، عدالت و اینکه از شر آخون رها بشیم و بریم به سمت قانون و قانون را حاکم کنیم، که در قانون اون چیزی که مهم است کرامت انسانه، انسان و کرامتش. این همه حرف قانون. خرسندم که پنجشنبه دیگر است و میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر مصطفی دانش نازنین باشه. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای دانش و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن و از فرجه‌ای که به راستی در اختیار ما قرار میده. آقا سلام میکنم به شما. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن. تشکر از حضور شما. عرضم به حضور شما قبل از اینکه واقعا صحبت رو با آقای دانش آغاز بکنم، از عزیزانی که در این منطقه زندگی میکنن یا عزیزانی که حتی در راه دور هم هستن، شاید بتوانن با همکاری و مساعدت، چون میدونی که آقای دانش این کتاب خوب و ارزنده خودشون رو که من جزء کتاب های دم دستیمه، یعنی همیشه این کتاب یه ریفرنسه برای من، گاهی که یادم میره که چه تاریخی کجا چطور شد، به این کتاب خوب و ارزنده میراث جنگ سرد و در حقیقت رد پای آقای دکتر مصطفی دانش در طی سفرهایی که به عنوان خبرنگار جنگی به این مناطق داشته و در حقیقت یه اثر ارزشمنده. پس از اینکه این کتاب به چاپ چندم خودش رسید، دوستان پیشنهاد کردن که این کتاب رو حتما به زبان انگلیسی ترجمه کنه و خب برای این کار یه هزینه‌ای لازمه. آقای دانش هم دوستان دعوت کردن که روز 15 ماه آگست، یعنی امروز که پنجمه، در حقیقت 10 روز دیگه که میشود به عبارتی روز یکشنبه که 24 مرداد است، روز یکشنبه 15 ماه همین ماه، یعنی یکشنبه روبرونه، یکشنبه مطابق اون دعدی اون، یک مراسم گردهمایی است در حمایت و در حقیقت نوعی فاندریزینگه، نوعی حمایت مالیه برای اینکه بتونن درآمدی رو تأمین کنن، کتاب خوب به انگلیسی ترجمه میشه. بنابراین ایمیل آقای دانش روی صفحه هست، باشون تماس بگیرید، اطلاعات رو ایشون حتما در اختیار شما قرار میده، میتونید باشون ارتباط بگیرید. این واقعا یک وظیفه است. کسانی که تو این منطقه زندگی میکنن حتما شرکت کنید و مهر تایید بزنید. کسانی هم که در راه دور هستید حتما از طریق ایمیل می توانید حمایت خودتون رو اعلام کنید.
این از این ماجرا. اما همطور که عرض کردم بالاخره تنقیف انجام شد و امروز تحلیف و امروز یه روز انجام دادم و خیلی جریان مسخره. و البته آقای دانش اینجا هستن، خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. میدونی که این شرکت نمیدونم شخصیت های بین المللی سران کشورها و اینا، این یه بازی بود سال 92، برای اینکه روحانی اومده بود پیش پیش صحبت کرده بود، خامنه آدماشو فرستاده بود در عمان، حرف زده بودن در دوره اوباما، ورقه های برجامی همه زمین ها آماده شده بود. دولت احمدی نژاد کنار رفت، دولت روحانی به سر کار سال 92 قرار بود بیاد که این برجام رو نهایی کنن، امضا کنن و توافق برجام در حقیقت رسمی بشه، یعنی پشت پرده توافقشون رو انجام داده بودن. به همین مناسبت کشورهای غربی فکر میکردن خب حالا خوبه که یه جوری مشارکت کنیم در مراسم تحلیف رئیس جمهور. برای همین در سال 92 نخستین بار تو تاریخ جمهوری اسلامی که در مراسم در حقیقت ریاست جمهوری، آغاز ریاست جمهوری، مراسم رسمی که سوگند میخوره و فلان و بهمان، اینا که اعتقاد به هیچ چی نداره، اینا شیطان رجینن و آدمای پلیدی هستن. علایه ها در سال 92 اولین بار این اتفاق میفته. خب یه آدمای شرکت میکنه از چین و ماچین همه شرکت، اما امسال هیچ کس نیست و نماینده اتحادیه اروپا به تکلیف شرکت کرده و دیگه بقیه هنیه و اسماعیل هنیه و حسن نصرالله و تازه حسن نصرالله هم فکر کنم نماینده شو فرستاده. حالا میپرسیم از آقای دانش، آقای دانش چه خبر بود این مراسم رو، این دو مراسم رو نگاه تیزبین شما چجوری برای ما تعریف و تبیین میکنه؟ بفرمایید تا بشنم. خب آنچه که شما به درستی مطرح کردید، در واقع جامعه جهانی هیچ گونه استقبالی از این مراسم تحلیف آقای رئیسی نکرده. خب جامعه جهانی میدونه که آقای رئیسی قاتلی بیش نیست، قاتل هزارها جوان دگراندیش و وطن پرست بوده و دستور قتل عام زندانیان سیاسی را در سال 1367 صادر کرد. و من به این مطلب اشاره بکنم که در بین اون زندانیان سیاسی برادرم دکتر احمد دانشم بود و جالبه که در مراسم اعدام اون آقای رئیسی شرکت داشته. توجه بکنید، شخصی که خودشو دادستان میدونسته در مراسم اعدام زندانیان بیگناه شرکت میکنه. ما امروز رئیس جمهوری داریم که دستش به قتل هزارها نفر از جوانان ایران، مردم ایران، وطن پرستان ایران آلوده است و این شخص رئیس جمهور میشه. طبیعتاً جامعه جهانی نمیتونه برای تجلیل و استقبال از تحلیف چنین رئیس جمهوری نمایندگان مهم خودشون رو بفرستن. یعنی توجه بکنید کسانی که امروز در تحلیف شرکت کردن بجز آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که با مشکلات عظیم داخلی روبروست و این خطر برای اشرف غنی وجود داره که به زودی زود حکومت کابل سقوط بکنه، در واقع در کنار جمهوری اسلامی باید قرار بگیره تا بتونه به طریق شاید در افغانستان حکومت خودش و دولت خودش رو نجات بده. و میدونیم که با آقای رئیسی گفتگوی داشته و رئیسی اعلام کرده که از صلح افغانستان حمایت میکنه، در حالی که ما میدونیم سیاست جمهوری اسلامی در افغانستان همیشه این بوده که دشمن من دوست منه و تا به حال جمهوری اسلامی از طالبان حمایت کرده. در این واقعیت شکی وجود نداره. و کسی دیگری که در این تحلیف شرکت کرد رئیس جمهور عراق که عراق هم با مشکلات اساسی روبروست و نقش جمهوری اسلامی در حمایت از نیروهای شیعه در داخل عراق نقش اساسی است
و عراق هم مجبور با جمهوری اسلامی به طریق مماشات بکنه و اینکه بتونه خودشو و دولت عراق رو حفظ بکنه. من در برنامه شما اغلب به این مطلب اشاره کردم که 150 هزار جنگجوی حشد شعبی در واقع کسانی هستند که اکثریت اینها پدیده جمهوری اسلامی هستند. لشکر البد در عراق، لشکر 50,000 نفری البد در عراق، در واقع پدیده جمهوری اسلامی، پدیده شخص خمینی بود، پدیده آیت الله الحکیم بود که امروز پسرش در این تحلیف شرکت کرده. به جز این دو رئیس جمهور همسایه ایران دیگه کسی دیگری شرکت نکرده. نخست وزیر سوریه بوده که شرکت کرده. خب سوریه و رژیم بشار اسد مدیونه، یعنی حکومت خودش رو مدیون نظام جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و سپاه قدس، طبیعتاً نماینده و نخست وزیر سوریه شرکت کرده و نخست وزیر ارمنستان در این تحلیف شرکت کرده و در کنار اونها آقای انریکه مورا، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرده. حتی خود هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در این تحلیف شرکت نکرده، معاونشو به ایران فرستاده. اونم دلیلی داره، دلیلش در واقع مذاکرات اتمی در وینه و اتحادیه اروپا و حتی آمریکا خواهان اینن که مذاکرات اتمی به نتیجه برسه تا بتونن جلوی ساخت بمب اتمی ایرانو بگیرن و احتمالاً جلوی جنگی را در آینده بر علیه جمهوری اسلامی بگیرن. و به این خاطر من میدونم که عده زیادی از نیروهای جامعه جهانی و ایرانی ها مخالفت کردند با آمدن آقای انریکه مورا به ایران، ولی دلیل واقعیش اینه که به طریقی بتونن با جمهوری اسلامی در اتریش، در وین، در اتریش بتونن کنار بیان و این توافق اتمی احیا بشه و بدین ترتیب جلوی ساخت بمب اتمی ایران گرفته بشه و خطر جنگی که بسیار بسیار امروزها این خطر وجود داره. خب ما میدونیم در دو روز گذشته حمله شده به یکی از کشتی‌هایی که مورد استفاده اسرائیل بوده در سواحل عمان و دو نفر انگلیسی و کاپیتان رومانی کشته شدند. امروز جامعه جهانی و اسرائیل و کشورهای دیگه اعلام کردند که جواب مناسبی به جمهوری اسلامی بدن، گرچه گفته نشده آیا این جواب نظامی خواهد بود یا نخواهد بود، ولی چنین صحبت‌های مطرح است. دست اتهام به سوی جمهوری اسلامی بلند شده که در این حمله نقش داشته و خوب می‌دونیم که روز گذشته هم تعدادی از افراد ناشناس وارد یک کشتی دیگری در سواحل در اقیانوس هند میشن، کشتی که در حال حرکت به طرف تنگه هرمز بوده سوار اون میشن و چنین مطرح میکنن که کشتی باید به طرف ایران حرکت بکنه، ولی با آمدن نیروهای کمکی از عمان و نیروهای آمریکا این 9 نفری که وارد کشتی شده بودن از کشتی خارج میشن و هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا افراد سپاه پاسداران و نیروهای تحریک کننده ایران در اونجا نقش داشتن و یا نداشتن. رو هم رفته باید به این مطلب اشاره بکنیم که آمدن آقای مورا به ایران، در واقع کسی که هماهنگ کننده گفتگوها در وین اتریش بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به ایران آمده، در این تحلیل شرکت میکنه و من یک بار دیگه اشاره بکنم که در واقع این به عنوان استقبال از تحلیف آقای رئیسی نیست، بلکه به این خاطره که بتونن مواضع ایران رو نرمتر بکنن و به آقای رئیسی این پیام بدن که باید با توافق اتمی موافقت بکنه، برای که اگه توافق اتمی نباشه خطر جنگ بسیار بسیار بالاست. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که ما آمادگی نظامی برای جنگی با ایران داریم. چندین بار اینو مطرح کرد و حتی دیروز وزیر امور خارجه اسرائیل آقای لایت پامیر هم اینو مطرح کرد که ایران به مدت 10 تا 15 هفته با ساخت بمب اتمی فاصله داره. یعنی توجه بکنین در سابق گفته می‌شد که ایران در مدت 1 سال میتونه بمب اتمی بسازه و حتی چند ماه پیش مطرح بود که در مدت 6 ماه
و اکنون وزیر خارجه اسرائیل اعلام میکنه که در طول 10 هفته آینده ایران قادره بمب اتمی بسازه و شاید دنیا را غافلگیر بکنه. در یک چنین شرایط بحرانی قرار داریم که ده کمی از رؤسای جمهور کشورهای همسایه، دو رئیس جمهور کشور همسایه و دو نخست وزیر دو کشور سوریه و ارمنستان شرکت میکنه. حتی حسن نصرالله یکی از نمایندگان خودش رو به ایران فرستاده. خودش که طبیعتاً جرأت اینو نمیکنه که پرواز بکنه به ایران و شرکت. چرا واقعا چرا نیومد آقای؟ خیلی جالبه. اصلاً نداره. ببینید حسن نصرالله مدت‌های طولانی است بعد از جنگ اسرائیل و لبنان در سال 2006 تا کنون حسن نصرالله در ملأ عام ظاهر نشده، در واقع بونکرهای مخفی خودش زندگی میکنه و براش این خطر وجود داره که اگه شناسایی بشه محل اقامتش یا بخواد در واقع پروازی از بیروت به تهران بکنه مورد حمله نیروهای هوایی اسرائیل قرار بگیره. و میدونیم که نیروهای هوایی اسرائیل و ارتش اسرائیل با آقای حسن نصرالله شوخی ندارن و حتما چنین حمله رو خواهند کرد و او را به قتل خواهند رسوند. طبیعتاً حسن نصرالله جرأت اینی که از پناهگاه های خودش خارج بشه چنین جرأتی را نداره و طبیعتاً مشخص بود که حسن نصرالله در این تحلیل شرکت نخواهد کرد. احسنت به شما، آفرین. وگرنه خیلی جالبه، درست دقیق زدید به خال، برای اینکه حقیقت ماجرا همین است. او جرأت سوار شدن، اصلا ظاهر شدن نداره، کاملا مخفیه، در پناه نمیدونم جمهوری اسلامیه و معلوم هم نیست کجا پنهان شده. اونم مثل مسعود رجویه، اینا فرماندهان بزرگن، اینا نیروهای تحت امرشون واقعا معلومه. و وقتی به وضعیت لبنان نگاه میکنی، به وضعیت عراق نگاه میکنی، به وضعیت افغانستان نگاه میکنی، هر جا که جمهوری اسلامی هست میبینی که جز فضاحت، بدبختی برای مردم، تباهی، هیچی نداره. بیروت زیبا رو ببین به چه روزی در آوردن. بگذاریم بریم سراغ همین ماجرای وضعیت. اشاره کردی، البته در جریان هستی که آقای همنشین بهار که کارهای ارزنده ای را انجام داده و همیشه ویدیوهاشو برای ما میفرسته و ما هم یه بخش داریم دو سایتمون که کارهای آقای همنشین بهار هست، اون متن نامه دکتر احمد دانش، زنده یاد دکتر احمد دانش رو از روش خوند و خیلی هم زیبا بود و دقیقا نشون داد علت اینکه چرا دکتر دانشو کشتن همون نامه بود که نوشت به منتظری و تمام سیاهی ها رو چراغ انداخت، روشن کرد و ببینید فضاحتی رو که درست کردید برای مردم. اشاره کردید به وضعیت بمب اتم و اسرائیل. البته اسرائیلیا دقیقا درست گفتی این حرف رو میزنن، ولی ادعا میکنن که ایران اطلاعات و امکان تهیه بمب اتم رو داره، ولی اطلاعات مربوط به سوار کردن کلاهک بر روی موشک رو هنوز در اختیار نداره و این مشکل اصلی جمهوری اسلامیه. هزار قرش کرده ولی هیچی به هیچی. تازه بمبم که بسازه بمبیست که نمیدونن چجور ازش استفاده کنن. نوها، اطلاعات، همه چیز رو داره ولی اون مشکل اونجاست. ولی بذارید از شما بپرسیم، اشاره کردید به اشرف غنی و وضعیت افغانستان. من اعتقاد دارم، از شما پرسیدم در گذشته، این ماه عسل طالبان تهران، دوباره این پرسیدم کی تموم میشه؟ چون این نیروهای که نیروهای هزاره هستن، اونا فکر نمی کنم اون سنی ها تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشن. من معتقدم که این ماه عسل به زودی به پایان میرسه. چی میبینی صحنه رو؟ اطلاعات شما دقیق تر از من البته. من اعتراف میکنم.
بهبانی، بفرمایید. اگه اجازه بدید درباره نامه برادر احمد یک توضیح کوتاهی بدم. در واقع نامه‌ای که دکتر احمد دانش در سال 1366، توجه بکنید به تاریخ نامه، اردیبهشت 1366، یعنی در مدت 1.5 سال قبل از اینکه هزارها نفر توسط قاتلین جمهوری اسلامی مانند ابراهیم رئیسی به قتل رسیدن، نوشته شده به آقای منتظری، یعنی در حدود 30 و چند سال گذشته این نامه نوشته شده. یعنی در واقع سند تاریخی است که در اون سند تاریخی یک جمله بسیار مهمی رو دکتر احمد دانش مطرح میکنه و این میگه که انقلاب جمهوری اسلامی خواهد پوسید. یعنی با شرایطی که اون مطرح میکنه و دیدی که نسبت به جامعه و اتفاقاتی که در آن زمان در جمهوری اسلامی افتاد و شکنجه های وحشتناکی که در داخل زندان ها هزارها و ده ها هزار نفر زندانیان سیاسی در واقع می دیدن، اون همون زمان از زندان به منتظری می نویسه، هشدار میده، میگه من با اتفاقاتی که داره در جمهوری اسلامی می افته و شواهدی که خودم شاهد آن در زندان ها هستم، می بینم که جمهوری شما، جمهوری اسلامی شما و انقلاب شما خواهد پوسید. و این سند تاریخی به خاطر این اهمیت داره که 31 سال گذشته در بحبوحه قدرت خود شخص خمینی چنین سندی نوشته شده. اینو خواستم توضیح بدم که دوستانی بدونن که موقعی که ما از نامه‌ای صحبت میکنیم، تاریخ چنین نامه‌ای اهمیت اساسی داره. یعنی در زمانی است که هنوز کمتر کسی جرأت میکنه با چنین شهامتی چنین نامه‌ای رو بنویسه و به شخص، خطاب به شخص خمینی، یعنی از طریق آیت الله منتظری خطاب به شخص خمینی بگه که در واقع انقلاب تو خواهد پوسید. این کسانی که مایلن میتونن این جمله دکتر احمد دانش رو در این نامه بخونن. این نامه امروز در تمام سایت ها منتشر شده و در اختیاره. ولی شما صحبت طالبان و تهران کردید آقای بهبانی. ببینید، ما امروز در داخل افغانستان با شرایط بسیار بحرانی روبرو هستیم و طبیعتاً در 20 سالی که نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان بر علیه طالبان می‌جنگیدند، یه چیز طبیعی بود که جمهوری اسلامی برای اینکه خودش بتونه نفسی بکشه و بر علیه آمریکا اقدام بکنه، از تمام نیروهایی که به طریقی با ایدئولوژی شیعه‌گری در ایران مخالفن با اونا همکاری میکرد. یعنی شما اینا دقیقا در افغانستان میدیدید، طالبان در واقع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن، طالبان به طور مخفی و رهبر طالبان به طور مخفی به ایران سفر میکرد و مورد حمایت ایران بود و متاسفانه نام رهبر سابق طالبان فراموشم شده. اون موقعی که از ایران به بلوچستان چند سال پیش برگشت، یک پهپاد آمریکایی حمله کرد که میدونید در مرز ایران و بلوچستان پاکستان رهبر طالبان رو به قتل رسوندن. کسی که از ایران، بله، کسی که از ایران، از سفرش از ایران برمیگشت. سوال در اینجاست که رهبر طالبان در واقع این ایدئولوژی وهابیت و نیروهای وهابی که در افغانستان با کمک عربستان سعودی و وهابیون عربستان سعودی زمان قدرت داشتن و مخالف نیروهای شیعه و دولت شیعه در داخل ایران هستن، در ایران چه کار میکرده؟ به مدت طولانی با رژیم تهران مذاکره میکرده، مورد حمایت نظامی و مالی و سیاسی جمهوری اسلامی بوده. و شما به درستی میگید که این ماه عسل تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. خب امروز میدونیم که یواش یواش این ماه عسل به پایان خودش داره میرسه. یعنی موقعی ما توجه بکنیم که دیروز و پریروز در استان هرات جنگ های سختی در حاشیه شهر هرات، من موقعی که از شهر هرات صحبت میکنم آقای بهبهانی، باید دوستان توجه داشته باشن، دومین شهر بزرگ افغانستان هرات و هرات در واقع بیشتر تاجیک ها در اونجا زندگی میکنن. یعنی فرهنگ جمهوری اسلامی یا فرهنگ فارسی در اونجا غالبه در شهر هرات. کسانی که در اونجا بوده باشن میدونن. و نقش جمهوری اسلامی
در حمایت از تاجیک ها اقوام تاجیک در افغانستان نقش اساسی بوده، ولی امروز میبینیم که در مدت کوتاهی در روزهای گذشته حملات زیادی طالبان در حاشیه شهرها و حتی در مرکز شهر هرات به نیروهای پلیس و ارتش افغانستان کردن، گرچه ارتش افغانستان مطرح میکنه که این حملات رو با شکست روبرو کرده و طالبان از این مناطق خارج شدن، ولی خود این که طالبان چنین امکانی را به دست آوردن، تمام شهر هرات در محاصره خودشون دارن و از حاشیه شهر و از مناطق مختلف شهر به مراکز شهر و مراکز پلیس و ارتش افغانستان حمله میکنن، این نشان دهنده این واقعیت که طالبان در واقع در داخل شهر نطفه های خودشون رو دارن، نیروهای خودشون رو دارن و از داخل شهر به مواضع پلیس و ارتش حمله میکنن. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که در هفته های گذشته طالبان اسلام قلعه، بزرگترین در واقع مرکز گمرکی افغانستان و ایران، رو به اشغال خودشون در آوردن و در مرزهای ایران قرار دارن. طالبان به طور سنتی اعلام کردن، در سابق هم همیشه گفته بودن که مخالف در واقع حکومت شیعه در ایران هستن. طالبان شیعیان رو مرتد میدونن و بزرگترین حمله طالبان در روزهای گذشته، دقت بکنیم، در روزهای گذشته به مواضع هزاره، یعنی اقوام هزاره که شیعیان افغانستان هستن و حزب وحدت اسلامی، در واقع حزب شیعه افغانستانه که پدیده جمهوری اسلامی است، اونم پدیده جمهوری اسلامی است، بزرگترین حملات طالبان در روزهای گذشته در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و در بلخ، یعنی استان بلخ و دیگر مناطق در مرزهای افغانستان تاجیکستان، به مواضع شیعیان و اقوام هزاره بوده. هزاره ها در افغانستان همیشه مورد ستم پشتون های بسیار رادیکال و ناسیونالیست در این کشور بودن و حکومت های مرکزی در زمان پشتون ها بزرگترین حملات رو به مواضع هزاره ها و اقوام هزاره و شیعان افغانستان میکردن. این در تاریخ ثابت شده و امروز داره تکرار میشه. پس بنابراین در واقع پدیده خود جمهوری اسلامی، یعنی هفت گروهی که در داخل جمهوری اسلامی به نام حزب وحدت اسلامی سازماندهی شدند و در زمان جهاد افغانستان، در زمان نجیب الله و قدرت شوروی و ارتش شوروی بر علیه شوروی‌ها می‌جنگیدند، این نیروی هزاره بود که از ایران وارد افغانستان شد و هفت گروهی که در ایران شرکت داشتند تبدیل به حزب وحدت اسلامی هزاره ها شدند، شیعه های هزاره شدند و در افغانستان می‌جنگیدند. و در زمان حکومت طالبان از سال 1996 تا 2001 طالبان بزرگترین حملات رو به مواضع شیعیان میکردن، یعنی درست پدیده‌ای که جمهوری اسلامی وارد افغانستان کرده بود، و این حملات امروز دوباره داره تکرار میشه. و تا جایی که آقای محمد آخوندی به نام محمد محقق که رهبر حزب وحدت اسلامی است، شروع کرده که نیروهای این حزب با تقویت بکنه، نیروهای نظامیش رو دوباره سازماندهی بکنه که بتونن در مناطق مختلف، در بامیان، در نزدیکی کابل و در شمال افغانستان برای طالبان بجنگن. پس بنابراین جواب سوال اینها شما اینه که همکنون ماه عسل داره به خاتمه خودش نزدیک میشه و من شکی ندارم با حمله شدید طالبان به مواضع حزب وحدت اسلامی، حزب وحدت اسلامی دست به دامان جمهوری اسلامی خواهد شد که به کمکش بشتابه. آیا این بار جمهوری اسلامی قادر باشه که چنین کاری را انجام بده؟ برای من علامت سوال بزرگی است. چرا؟ به این خاطر که ما میدونیم در جنگ اتحاد شمال بر علیه طالبان بین سالهای 1996 و 2001 احمد شاه مسعود، این شخص تاجیک و این قهرمان ملی افغانستان، قادر شده بود که در واقع منطقه دره پنجشیر رو از تصرف طالبان
حفظ بکنه. و من همیشه به این مطلب اشاره کردم که دره پنجشیر در 70 کیلومتر از 70 کیلومتری شمال کابل آغاز میشه تا مرزهای تاجیکستان و مرزهای ازبکستان در شمال افغانستان ادامه داره و احمد شاه مسعود قادر شده بود که در واقع دره پنجشیر و این کانالی رو که تونسته بود از دره پنجشیر در تاجیکستان و ازبکستان بزنه اینا حفظ کرده بود و به همین خاطر اتحادیه شمال قادر بود که مقادیر زیادی اسلحه از روسیه از طریق تاجیکستان و ازبکستان دریافت بکنه و وارد افغانستان بکنه و برای طالبان بجنگه. امروز طالبان اولین کاری رو که کردن این بود که در شمال افغانستان این اتفاق که دیگه اتفاق نیفته، یعنی تمام مرزهایی که میتونه منجر به میتونه وصل بشه به ازبکستان و آذربایجان و تاجیکستان رو در تصرف خودشون درآوردن، همچنین مرزهای غرب کشور رو که مرز ارغوندی به طور مثال اسکای گمرکی ارغوندی که به ترکمنستان میره اینها رو در تصرف خودشون درآوردن. در واقع اون امکاناتی که اتحاد شمال در سابق داشت و ایران در کنار اتحاد شمال اقوام غیر پشتون قرار داشت و به اونا کمک کرد، امروز این امکان هم وجود نداره. برای من علامت سواله که جمهوری اسلامی بتونه در آینده از اقوام غیر پشتون و به ویژه حزب اسلامی وحدت اسلامی شیعیان که پدیده جمهوری اسلامی است بتونه حمایت بکنه در آینده. در واقع بخوام به طور مشخص به شما بگم، من معتقدم که دوره جمهوری اسلامی یا دوره شکوفایی جمهوری اسلامی که در کنار طالبان بود بر علیه نیروهای آمریکا و نیروهای سازمان ناتو امروز داره خاتمه می‌یابد. بله ممنونم ازت. با توجه به اینکه خب نیروهای اینا در سوریه در حقیقت با وجود روسیه در سوریه، روسیه یعنی شوروی سابق یا روسیه امروز، بارها راجبش حرف زدی، از انتهای سالهای 50 اونجا رو ملک تلق خودشون میدونن، متعلق به روساست و روسا کودتا پس از کودتا هرچی افسر در اونجا کودتا کرد تا آخری که همین حافظ اسد بود که سرنگ نیروی هوایی بود، خب به وسیله روسا حمایت شد و داستان جنگای 1973 که اسرائیل سر همین تپه های جولان و یا بلندی های گولان هرچی اسمش هست، خب این نیروهای یعنی در اوج جنگ سرد بود و اونجا یه جوری تست میکردن سلاحاشون رو و اونا یه دفاع درست میکردن، سپر دفاعی درست میکردن، زیر قالب سپر دفاعی حمله میکردن، موفق میشدن، سوراخ رو پیدا میکردن، اونا سپر رو میشوندن و همه این داستان ها همواره مرکز تبادل جنگ سرد بود، یه جوری سلاحا در اونجا تست میشد. خب این سابقه روسا در سوریه بر همگان معلوم است و هیچ وقت به وقتی اسرائیلیا حمله میکنن میبینی که هیچ اطلاعی به نیروهای ایرانی نمیده و قشنگ اسرائیلیا میزنن. این دو سه روز گذشتم ظاهرا حملاتی شدید کردن که چند تا از فرماندهان ارشد کشته شدن ولی جمهوری اسلامی هیچ نامی از اون فرمانده ها نمیبره و نمیگه چه کسانی به راستی در سوریه کشته شدن. بنابراین این نیروها فاطمیون و لشکر فاطمیون و همه اینا وارد افغانستان شده. آمریکا در حقیقت به طور ضمنی ترکیه رو مأمور کرده که کمک کنه فرودگاه رو حفظ کنه تا بتونن همین پشتیبانی هوایی بشن افغانستان، لشکر افغانستان در مقابل طالبان. خود وضعیت افغانستان رو امروز چگونه میبینی؟ سوال بسیار مهمی است. یعنی آن چیزی که آمریکا از ترکیه میخواد
یعنی حفظ فرودگاه بین‌المللی کابل به نظر من زمانی که نیروهای آمریکا و ناتو به طور کامل از افغانستان خارج بشن غیر ممکنه. این بزرگترین اشتباه اردوغان خواهد بود اگه دست به چنین عملی بزنه و نیروهای خودشو در کابل حفظ بکنه. گرچه اردوغان هم فکر نمی کنم چنین تخیلات خامی داشته باشه، توهمی داشته باشه که بتونه چنین کاری بکنه. اون تمام امیدش به پاکستانه و حمایت پاکستان از ترکیه است که بتونه با حمایت پاکستان شاید فرودگاه بین‌المللی کابل رو حفظ بکنه و نذاره این فرودگاه بسته بشه. خب ما میدونیم فرودگاه بین‌المللی کابل در تیررس موشک‌هایی است که طالبان میتونن به فرودگاه حمله بکنن و طبیعتاً بسته شدن فرودگاه بین‌المللی کابل مصادف مساوی خواهد بود با سقوط دولت آقای اشرف غنی و در این رابطه فکر میکنم که حتی دولت پاکستان هم خواهان این نباشه که فرودگاه کابل سقوط بکنه و امکان این وجود داره که در پشت پرده توافقاتی بین پاکستان، آمریکا و ترکیه در این رابطه شده باشه. ولی آن چیزی که شما سوال میکنید آقای بهبهانی، اهمیتی که امروز حمله طالبان در رابطه با سقوط نظامی که ناتو و آمریکا در افغانستان به وجود آمد آورد در اینه که دیگه این حملاتی نیست که فقط مناطق استراتژیک خارج از شهرها را طالبان به تصرف خودشون در آورده باشند. یعنی باید به این مطلب اشاره بکنم که طالبان در ماهای گذشته، حتی در سالهای گذشته، بخش های بزرگی از مناطق استراتژیک، راه های بسیار مهم استراتژیک افغانستان و در شرق افغانستان، در جنوب افغانستان به تصرف خودشون در آوردن و امروز نزدیک و نزدیکتر به شهرهای بزرگ افغانستان شدن. من قبلا درباره هرات صحبت کردم. هرات دومین شهر بزرگ افغانستانه که چندین میلیون جمعیت داره و هرات منطقه غیر پشتون ها بوده. ساکنین هرات بیشتر ساکنین اقوام دیگر به ویژه تاجیک ها هستن و ما میدونیم در هرات اسماعیل خان، این رهبر جهادیون در زمان اشغال شوروی ها و در زمان حکومت نجیب الله در هرات نقش اساسی رو داشت و دوباره اسماعیل خان که من شخصا اونو میشناسم، باش ملاقات های زیادی داشتم، دوباره به هرات رفته و در رأس نیروهای اقوام تاجیک و دیگر نیروهای مردمی قرار گرفته برای اینی که بتونه هرات رو از تصرف طالبان نجات بده و مبارزه بکنه. البته بسیار بسیار به نظر من شرایط مشکلی وجود داره در هرات که حتی اسماعیل خان که در سابق یکی از فرماندهان ارشد جهاد افغانستان بود امروز بتونه چنین کار رو انجام بده. شما همین شرایط امروز در جنوب افغانستان میبینید، اون غرب افغانستانه، امروز در جنوب افغانستان در قندهار میبینید مناطق مهم مرزی پاکستان و افغانستان امروز در اختیار طالبان قرار گرفته. منطقه اسپین بولدک مهمترین مرکز یا مهمترین اسکاه گمرک پاکستان و افغانستان در اختیار پاکستان قرار گرفته. طالبان اینا در تصرف خودشون دارن و جالبه که پاکستان اجازه داده که امروز طالبان کنترل این بزرگترین مرکز گمرکی افغانستان رو به عهده بگیرن و در واقع کار تجارتی مختل نشه. امروز طالبان در اسپین بولدک و مناطق مرزی دارن چنین اقدامی رو انجام میدن و تجارت بین پاکستان و افغانستان، و جالب تجارت فقط بین پاکستان و افغانستان نیست، تجارت پاکستان از طریق افغانستان با آسیای میانه است و امروز طالبان دوباره در واقع این نقش رو دارن در جنوب افغانستان در نزدیکی قندهار بازی میکنن و امروز و دیروز و امروز حملات شدیدی را طالبان به قندهار کردن. قندهار یکی از پایگاه های اساسی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان بود و پایگاه فرودگاه قندهار یکی از مهمترین بعد از
بگرام در شمال کابل، پایگاه بگرام در شمال کابل بزرگترین پایگاه آمریکا در جنوب افغانستان در قندهار بوده که چند روز پیش حملات موشکی به این پایگاه شده، به فرودگاه قندهار شده، و امروز در حاشیه شهر نیروهای طالبان وارد قندهار شدند و با پلیس قندهار و ارتش قندهار دارن می‌جنگن. یعنی در واقع طالبان نزدیک، هر روز نزدیکتر به شهرهای بزرگ افغانستان میشن. در شمال کشور هم شرایط به همین ترتیبه، طالبان روز به روز دارن نزدیکتر به مزار شریف میشن، یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی ناتو در اونجا، پایگاه نظامی آلمان در اونجا قرار داشت که میدونیم آلمانیا در آخر ماه ژوئن، در واقع من یک بار دیگه بگم، از واژه فرار استفاده میکنم، از فرودگاه بین المللی شهر بلخ، شهر مزار شریف فرار کردند. همون اتفاقی که در بگرام افتاد و نیروهای آمریکا در واقع بگرام و نیم شب تخلیه کردند و از این پایگاه مهم نظامی خودشون دست به فرار زدن، فرار کردند و از افغانستان خارج شدند. این شرایطی که امروز در افغانستان به وجود آمده و حتی وزیر امور خارجه افغانستان دیروز آقای اتمر به طالبان در واقع التماس کرد که ما هیچ پیش شرطی را نداریم، شما بیایید با ما مذاکره بکنید، مصالحه بکنید و به ائتلاف دولتی ما ملحق بشید. اینا اتمر وزیر امور خارجه طالبان دیروز مطرح کرد و گفت تنها شرطی که ما داریم، توجه بکنید، آقای اتمر در سابق میگفت که شما باید قانون اساسی ما رو بپذیرید، تساوی حقوق زن و مرد رو بپذیرید، حکومت سکولار ما رو در افغانستان بپذیرید و بعداً میتونید بخشی از دولت ائتلافی در کابل بشید. آقای اتمر دیروز تمام این شرایط رو گذاشت کنار. آقای اتمر وزیر امور خارجه دولت آقای اشرف غنی دیروز اعلام کرد ما هیچ پیش شرطی نداریم، تنها شرطی را که داریم اینه که در افغانستان یک بار دیگر تروریسم جهانی در واقع در اونجا دخالت نداشته باشه و تروریسم داخلی افغانستان و منطقه تاخت و تاز خودش قرار نده. یعنی در واقع آن چیزی رو که اتمر میخواد همون چیزیست که آمریکا در پیمان صلح دوحه در قطر با طالبان امضا کرده. یعنی ما میدونیم که آمریکا با دور زدن دولت مرکزی پیمان صلحی را در قطر، در پایتخت قطر در دوحه با طالبان امضا کرد و شرط اساسی آمریکا این بود که ما حاضریم از افغانستان خارج بشیم و دولت آینده اگه دولت طالبان باشه، طالبان نباید اجازه بده یک بار دیگر افغانستان به میدان تاخت‌وتاز تروریسم بین‌المللی تبدیل بشه. این چیزیست که دیروز آقای اتمر هم مطرح کرده و تمام شرایط گذشته رو در این سخنان آقای اتمر شما نمیبینید. یک چنین شرایطی در افغانستان حاکمه و متاسفانه باید بگم که شرایط افغانستان بسیار بحرانی است و نامه ای را که شما برای من فرستادید، اگه مایل باشید درباره این نامه، دوستی که از رشت برای ما نوشته و سوالاتی داشته در رابطه با افغانستان پاکستان، میتونیم بیشتر مسائل افغانستان رو باز بکنیم و درباره اتفاقات تاریخی صحبت بکنیم که در واقع برای بینندگان روشن بشه که در افغانستان چه داره میگذره. حتما این کارو میکنیم، چرا که نه، خیلی هم فکر خوبی. اما قبل از این که بریم سراغ نامه، از شما میپرسم که دیروز با یه خبرهای عجیب و غریبی ورود دوستم رو، جنرال دوستم رو اعلام کردن که از ترکیه بالاخره تصمیم گرفت که برگرده به وطن. این ماجرا چیه؟ آیا ارتباطی بین دوستم و این در حقیقت نمایندگی که آمریکایی‌ها به ترک‌ها دادن که در افغانستان به جای آمریکایی‌ها فعالیت کنن، ارتباط داره نداره؟ چی دیدی صحنه ورود دوستم از ترکیه را؟ تا بعد برم سراغ نام. سوال بسیار بسیار جالبی است، در حالی که ما می‌دونیم در واقع مقر دوستم در جوزجان، استان جوزجان، در تحت حملات شدید طالبان و بخشایی از استان جوزجان
طالبان در اشغال خود دارن. آقای دوستم دیروز به افغانستان برگشته و به شبرغان در واقع مرکز استان جوزجان رفته، یعنی پایگاه اصلی نظامی خودش وارد شده. خب دوستم در تمام صفبندی های آمریکا و ناتو در افغانستان نقش داشته. ببینید به این مطلب اشاره بکنم اول که شما به درستی مطرح میکنید که آیا رابطه ای وجود داره نقش دوستم با ترکیه و آمریکا. در این مورد شک و تردیدی وجود نداره، دوستم همیشه مورد حمایت ترکیه بوده. خود من چندین بار در ترکیه در آنکارا زمانی که دوستم سفر میکرد به آنکارا و در کنار دولت ترکیه بود به آنکارا سفر کردم و شاهد بودم که آنکارا شدیداً از دوستم حمایت میکنه. آنکارا نه تنها از دوستم حمایت میکنه بلکه از دولت ازبکستان حمایت میکنه و خوب ما میدونیم دوستم از اقوام ازبک افغانستانه و ازبکستان همیشه حمایت شدیدی از دوستم میکرده. و من ده ها بار آقای بهبهانی اینو بهتون بگم شاهد بودم، در تاشکند بودم، مسافرت زیادی به پایتخت ازبکستان تاشکند میکردم و در اونجا هم شاهد بودم که دوستم مورد حمایت شدید دولت ازبکستانه. و به بینندگان عزیزم این مطلب بگم که من هیچ موقع در واقع سرپوش نگذاشتم که روابط نزدیکی با دوستم من داشتم. روابط نزدیک من با دوستم که اون زمان در واقع در 40 سال گذشته در زمان نجیب الله و قبل از نجیب الله دولت آقای کارمان یک افسر ساده پیش نبود، در واقع یک نظامی بود که از طرف دولت مرکزی در افغانستان مأموریت داشت که ازبک‌های شمال افغانستان رو بتونه سازماندهی بکنه، ارتش ازبک رو بسازه و این میلیشیای ازبکی که در شمال افغانستان توسط دوستم ساخته شد ابتدا مأمور این بودند که پروژه گاز افغانستان به آن زمان شوروی رو محافظت بکنن. ما میدونیم که در زمان شوروی ها گاز افغانستان به شوروی از طریق لوله ها منتقل میشد. وظیفه اولیه دوستم و ازبک ها در افغانستان این بود که آقای کارمال زمانی که وارد افغانستان شد در اواخر دسامبر سال 1979 یک میلیشیای ازبکی را در شمال افغانستان به رهبری دوستم ساخت که این میلیشیا وظیفش این بود که از لوله های گازی که از همون شهر شبرغان دوستم، یعنی مرکز گاز افغانستان جوزجانه، استان جوزجانه، و لوله های گاز در واقع از شهر شبرغان یعنی پایتخت شهر مرکزی جوزجان به شوروی سابق می رفت. وظیفه این میلیشیای ازبک این بود که از این لوله گاز حمایت بکنن. ولی بعدها نقش این میلیشیای ازبک در ارتش افغانستان اساسی شد تا جایی که آقای ژنرال دوستم در زمان نجیب الله تا سالهای 1992 در واقع شد ژنرال ارتش افغانستان، نقش سپهبد ارتش افغانستان رو بازی میکرد و این نقش به قدری اهمیت داشت که بعداً در زمان مجاهدین، توجه بکنید در زمان دولت مجاهدین، گرچه دوستم و میلیشیای دوستم در جنگ‌های جهاد بر علیه مجاهدین نقش اساسی داشتند و در تمام جنگ‌های دولت مرکزی و دولت نجیب الله این گروه ازبک دوستم بود که برای جنگ‌های اساسی بر علیه مجاهدین در مناطق مختلف افغانستان فرستاده می‌شد، ولی مجاهدین هم نتونستن از نقش دوستم صرف نظر بکنن و آقای مجددی موقعی که رئیس جمهور اول دولت اسلامی افغانستان در کابل شد در واقع ستاره ارتشبودی رو به دوستم اهدا کرد و امروز ما می‌دونیم که دوستم مارشال افغانستانه. و من در 40 سال گذشته لااقل میتونم بهتون بگم که 50 بار در شمال افغانستان در کنار دوستم بودم و همیشه در جنگ‌های افغانستان به عنوان روزنامه‌نگار
با نیروهای دوستم در جبهه‌های جنگ بر علیه مجاهدین شرکت می‌کردم به عنوان روزنامه‌نگار و مشاهده و شاهد جنگ‌ها بودم. یعنی در واقع دوستم رو دقیقاً می‌شناسم و نقش دوستم رو در جنگ‌های افغانستان می‌دونم و شکی وجود نداره که ترکیه با تمام قوا و کشور ازبکستان و حتی روسیه و دولت کنونی آمریکا آقای بایدن از دوستم حمایت می‌کنند. یک بار دیگه اشاره بکنم آقای بهبهانی، میدونم بحث من طولانی میشه ولی برای بینندگان جالبه که چه شخصی امروز داره با شما مصاحبه میکنه. من در سال 2001 زمانی که دوستم شهر قندوز در شمال افغانستان پایگاه طالبان رو محاصره کرده بود، در شمال افغانستان در واقع دشت های شمال افغانستان در نزدیکی شهر قندوز در کنار دوستم قرار داشتم. یعنی تمام حملاتی که دوستم در تصرف قندوز بر علیه طالبان انجام میداد من شاهدش بودم. در کنار دوستم، توجه بکنید، در کنار دوستم نیروهای ویژه سازمان سیاه، نیروهای عملیاتی ویژه سازمان سیاه قرار داشتند برای حمله ارتش دوستم و ارتش‌های اقوام دیگر غیر پشتون به مرکز و پایگاه طالبان در قندوز که هنوز این پایگاه در شهر قندوز در شمال افغانستان برقرار بود. و اون زمانی بود که آقای پرویز مشرف رئیس جمهور آن زمان پاکستان آقای جورج دبلیو بوش رو فریب داد. من نام فریب می‌ذارم. بخش بزرگی از ارتش پاکستان و بخش بزرگی از نیروهای آیسای پاکستان در زمان طالبان نقش رهبری امنیتی و نظامی طالبان رو به عهده داشتن. بخش زیادی از این ارتش پاکستان و نیروهای آیسای یعنی سازمان امنیتی ارتش پاکستان در شمال کشور در طالبان بر علیه اتحادیه شمال می جنگید، در قندوز بودن. ارتش آمریکا موفق شده بود در واقع در کابل طالبان رو ساقط بکنه، ولی بخش اساسی نیروهای طالبان هنوز در قندوز در شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان قرار داشتن. و مشرف فریبی که جورج دبلیو بوش داد به این ترتیب بود که از دولت جورج دبلیو بوش خواست که شما اجازه بدید ما تعدادی افسران و نظامیان ارتش پاکستان رو در قندوز داریم، اجازه بدید با یک پل هوایی در دو شب ما بتونیم این نیروهای خودمون رو از قندوز، شهر قندوز خارج بکنیم. و متاسفانه باید بگم بزرگترین اشتباهی را که دولت آقای جورج دبلیو بوش یعنی دولت جمهوری خواه میتونست در افغانستان بکنه همین بود که اجازه به مشرف داد که چنین پلی زده بشه و حمله نظامی به شهر قندوز نشه، در حالی که دوستم به در واقع رهبران به رهبران سازمان سیاه که در کنارش بودن در شمال افغانستان به اونا گفته بود که فریب نخورید. در واقع با خروج نیروهای ارتش پاکستان از قندوز عده زیادی از رهبران طالبان و حتی نیروهای طالبان که در شمال افغانستان بر علیه وحدت شمال می جنگن از افغانستان خارج خواهند شد. ولی متاسفانه صحبت‌های دوستم هم به گوش آمریکایی‌ها نرفت و در دو شب تمام در این پل هوایی عده زیادی از نیروهای نظامی پاکستان خارج شدند. در کنار اونها در واقع عده زیادی از رهبران و فرماندهان طالبان با هواپیماهای پاکستانی وارد پاکستان شدند و بخشی از نیروهای القاعده که در شمال افغانستان در کنار طالبان بودن منتقل شدن به پاکستان و این دوباره این پایگاه عظیم طالبان را در داخل خود پاکستان سازماندهی کردند که امروز نتیجه رو داریم میبینیم. یعنی موقعی که من صحبت میکنم به عنوان کسی که شاهد بوده صحبت میکنم. در تمام این اتفاقاتی که من امروز صحبت میکنم خود من شاهد عینی اتفاقات بودم. یعنی در سال 2001 زمانی که نیروهای جنرال دوستم شهر قندوز را در تصرف خودشون داشتن من شاهد بودم که در حدود 20 نفر از نیروهای ویژه عملیاتی سازمان سیاه آمریکا در کنار دوستم بودند
و با دوستم در واقع مشورت میکردن چگونه به شهر قندوز حمله بکنن و طالبان رو دستگیر بکنن. و در اون چند روزی که من در منطقه بودم، چند روز طول کشید این حمله جنرال دوستم و حمله نیروهای تاجیک غیر آزبکا به شهر قندوز که باعث دستگیری بیش از 3-4 هزار نفر از جنگجویان طالبان در قندوز شد. اینها را در واقع دست بسته و به زنجیر کشیده. آقای بهبهانی، ما امروز میگیم که چرا طالبان؟ ببینید، من این سوال امروز مطرح میکنم در برنامه شما، گرچه بحث ما طولانی خواهد شد. ما امروز میگیم که چرا طالبان یک چنین قتل عامی بین مردم حتی غیر نظامی در افغانستان داره میکنن؟ چه اتفاقی افتاده که طالبان خواهان دریدن مردم افغانستان و نه تنها نیروهای اتحادیه شمال، بلکه مردم عادی شدند؟ و میدونین در قندهار، در اسپین بولدک، در چند روز گوش صدها غیر نظامی را طالبان به قتل رسوندن، قتل عام کردن. در مناطق مختلف دارن این کار انجام میدن. من شاهد بودم در حمله‌ای که جنرال دوستم و نیروهای در واقع بخشی از نیروهای تاجیک شخصی به نام داوود خان، جنرال داوود خان، به قندوز کردن. چندین هزار نفر نیروهای طالبان دستگیر کردن، دست بسته و پابسته اینها را سوار کنتینرهایی کردن که هیچ محفظه‌ای برای تنفس وجود نداشت و در هر کنتینری بیش از 100 نفر را سوار کردند و اینها را از در واقع قندوز منتقل کردند به شهر شبرغان، یعنی پایگاه اصلی جنرال دوستم 300 کیلومتر اون طرف تر. و موقعی که من 2 روز بعد وارد شبرغان شدم، اجساد زیادی از طالبان دیدم که در داخل کنتینرها در واقع فوت کرده بودند و اینها را به گودالهایی در شهر شبرغان، در دشت لیلی که بیرون از شهر شبرغان را میریختند. خب امروز طبیعتاً اگه نیروهای طالبان دسترسی به دوستم و نیروهای دوستم ازبکا پیدا بکنن، من قول بهتون میدم که هزارها نفر را در شمال افغانستان نیروهای ازبک اینا قلقم و کشتار خواهند کرد. و اینکه امروز جنرال دوستم جرأت اینو میکنه که یک بار دیگه وارد افغانستان بشه، به شهر شبرغان بره، شکی نیست که با حمایت ترکیه و با حمایت ازبکستان و حتی روسیه و در کنار اونها قولهای زیادی که آمریکا داده و حتی دلارهایی که آمریکا در این رابطه باید خرج بکنه، صدها میلیون دلار، شاید بیش از 1 میلیارد دلار در اختیار دوستم بگذارن که اون بتونه ارتش ازبکا و ارتش اتحادیه شمال رو دوباره زنده بکنه و بر علیه طالبان بجنگه. عجب گرفتاری و عجب داستان بسیار پیچیده ایست آقای بهبهانی. خیلی چه بخور بخوریه اونجا، چه پولی پخش میکنه. عرضم به حضورت که من این نامه رو آماده کردم، ولی از شما اجازه میخوام به خاطر اینکه فردا مسافر هستم، یه سری کارهای دیروز برای دوستان توضیح دادم، کارهای تکس و مالیاتی گیر کرده، من فرصت ندارم. ازت عذرخواهی میکنم، اگر به من رخصت بدی از آقای آرش هم خواهش میکنیم که برنامه جلسه آینده رو دنبال کنه، حتما جلسه آینده با این نامه شروع میکنیم اگر موافق. آقای بهوانی، برای که به نظر منم طولانی خواهد شد، مسائل افغانستان بسیار بغرنجن. سوالاتی که آقای آرش، من اینو بهشون بگم، سوالات بسیار مهمی که میکنن، ما باید به نقش ارتش ناتو و آمریکا هم اشاره بکنیم. من فقط یک نظر کوتاه بدم و قطع بکنم. آقای آرش سوال میکنه آیا آمریکا نمیدونست چنین فاجعه‌ای به وجود در افغانستان خواهد آمد؟ من به یک جمله اشاره میکنم و خط میکنم. آقای رامسفلد، وزیر دفاع آن زمان آمریکا، که دستور حمله ارتش آمریکا و ناتو رو به افغانستان صادر کرد در سالهای 2003 و 2004، یعنی 18 سال به 17 سال قبل، میگه که من در افغانستان نمیدونم با چه کسانی باید صحبت کنم، چه افرادی دوست من و چه افرادی مخالف آمریکا هستن. یعنی این نظام قبیله‌ای با آقای رامسفلد 18 سال گذشته، یعنی 2 سال بعد از ورود آقای رامسفلد و ارتش آمریکا به افغانستان، اینو به این درک رسونده که در افغانستان پیروزی نظامی نخواهد بود، برای که جامعه رو نمیشناختن.
و این سوالی است که دوست عزیزمون آقای آرش میکنه و این سوال احتیاج به در واقع پاسخ بسیار طولانی و پیچیده‌ای داره که من خواهان اونم که درباره افغانستان یک بحث اساسی یک بار دیگه بکنیم، برای که معتقدم افغانستان مرکز بحران جهانی بوده، مرکز بحران امروز خواهد بود و در آینده نزدیکم دوباره مرکز بحران جهانی خواهد بود. و به همین خاطر من در کتاب خاطراتم رد پای و میراث جنگ صرب در فصل 5 کتاب بزرگترین بخش رو اختصاص دادم به افغانستان و مسائل افغانستان و با این جمله خاطره بدم که متاسفم که تمام پیشبینی‌هایی که من در کتابم کردم و در سال 2001 در کنفرانس بن کردم امروز مو به مو داره در افغانستان اتفاق می‌افته. نه درست بهار دوستان، فراموش نکنید 17 ماه اوت یا آگوست یک جلسه فان ریزینگ هست، جمع‌آوری پول برای ترجمه این کتاب ارزنده. اگر در این منطقه زندگی میکنی حتما شرکت کنید، خواهش میکنم. و اگر از راه دور هستی از طریق ایمیل mdanish@icloud.com با خود آقای دانش تماس بگیرید و مشارکت کنید، سهمی داشته باشید. آقا از شما ممنون، سپاسگزار مهرت هستم، تا فرصت دیگری که در خدمت شما باشه. متشکر آقای دانش از همه مهر، سپاسگزار. متشکرم، مرسی. بها دوستان شنیدیم، فرمایشات آقای دانش رو شنیدیم، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. مسائل بسیار بسیار مهمی آقای دانش مطرح کرد، به خاطر اینکه لمس کرده، اونجا زندگی کرده، حضور داشته، تک تک این آدم ها رو از نزدیک دیده، میشناسه. بنابراین دنبال کنید این برنامه ها رو، میهن تیوی رو فراموش نکنید. این به حال تا سفر برگردیم، امیدواریم اونجا فرصتی باشد بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم اگر اینترنت یاری کنه. باز ازت ممنون، سپاسگزارم، متشکر از اینکه دنبال کردید.